به نام خدا و به نام سیدی هستم با سری آموزش های اتاق من در خدمت شما دوستان عزیز. خب امروز میخوایم برای شما تخت رو، آموزش تخت، پوزیشن هایی که میشه داد، پیچ هایی که داره، اینا رو چجور در بیاریم، بازشون کنیم از هم دیگه، اینو چجور میتونیم عوضشون کنیم، اینها رو به شما دوستان عزیز آموزش بدیم. خب الان ما تخت رو داریم کامل مده بالا، ارتفاعی که تخت ما میتونه کامل بگیره این هستش، به این هم نظر هستش. خب بعد چند تا نکته که به من بگید، این پایخانهشون در میان، این ابرهایی که هستش به این همه ابرها در میان، شما من نظافت یا خراب میشه، میتونید به راحتی اینها رو تعویض کنید. خب این از این قسمت اولش. اما برسیم به این که بعضی از قسمت های تخت ازش جدا میشه، مثل قسمت پایین تخت که امکان داره ما جداش کنیم، تخت ارتوپدی بیاریم وصلش کنیم قسمت های، یا یک چیز دیگه اضافه کنیم، یا بخواییم این رو کلن درش بیاریم، بخواییم پوزیشن دیکتومی بدیم، این رو بایستی بازش کنیم. حالا این پیچش افتاده، ببینید این رو ما میتونیم بازش کنیم، ولی چون اگر که امکانش باشه این رو نشون بدید برای ما، ببینید این باز میشه میخوره بین. حالا این چون یه ذره بزرگ هستش، خب این میخوره بین. خب ما نتیجه بایستی برای پوزیشن دیکتومی دادن این رو درش بریم. ببینید این پیچ باز و بسته کردنش باعث حرکت در این راستا میشه. خب این رو میبندیم. یه پیچ دیگه ای داریم، اگر بی زحمت از جنشون بدیم. خب این پیچ رو ما باز کنیم، ببینید این پیچ، منظورم این پیچ هستش، این پیچ رو اگه بازش کنیم، خب این در میاد. ببینید ما میتونیم این رو درش بیاریم. و این سمت هم همینطور بازش میکنیم و میکشیم میان بیرون. خب ببینید برای این که بخواهیم اینو جا بندازیم، یک دو این رو به این سمت، اول این رو قرار میدیم، بعد فشار میدیم. ببینید این حالت نباشی باشه، میان این، ببینید این در راستای این، اگه این قسمت رو برای من نشون بدید، ببینید اینجا و اینجا بایستید در راستای اینها باشن، بعد فشار میدیم و این وارد میشه، بعد پیچ رو صفر میکنیم. پیچمون صفر شد، حالا میکشیم در نمیاد. خب حالا این یکی هم همینطور بستش میکنیم. خب میانیم بالاتر و میبینید این دوتا حتما رایستید جای خودشون قرار بگیره و فشار میدیم، میفته و میبندیم. حالا این رو اگه بکشیم این نیست و نمیم. خب زیر این تختمون دوتا ببینید اهرم هستش، برای اینکه بخواییم پوزیشن بدیم. حالا پوزیشن نیمه نشسته میخواییم بدیم، این رو میانیم پایین، فشار دیگه باید نیروی کم این میاد پایین به این باره. وقتی که میاد بشه، خب این از این. اما قسمت سر تختمون، قسمت سر تختمون هم ببینید اینجا یک به این حاله، یعنی که ما میتونید این رو حرکت بدید، و یا اما اینجا در کنارش که پیچ هست میتونیم این رو باز کنیم. فقط پیچه یک سمت نیست، سمت مقابلش هم همینطور باز میشه و این خارج میشه. فقط نکته ای که هستش، این دیگه مثل قبلی نیست که دوتا باشه، زیرش هم یه باشه که بخواد بخوره، همین یه دونه است. هستش کنیم، از وقت تخت به تخت فرق میکنه. خب این هم از این. حالا ما چند تا روی کنترلمون دکمه داریم. خب تختمون رو، سر تخت رو میده به پایین، سر تخت رو میده به بالا، فقط کمر رو میشکنه، سر رو میشکنه، فقط سر رو میشکنه، مثلا فرا میشکنه پایین، تا
تخت رو به این حالت تیلت، یعنی این رو به این حالت اینجوری تیلتش میکنه و اونور اینجوری تیلتش میکنه به سمت بالا، این هم تخت رو بالا و پایین خواهد کرد. خب اما ببینید نشون بدید، خب ما این دگمه رو نگه میداریم، همه تخت هم اینجور نیستن که به این حالت این دگمه رو داشته باشن، بعضی همین رو نشون نگهداری حرکت کنن. وقتی میزنی میبینی حرکت نمیکنه، دکمه وسطی رو حالا احتمال داره در بالا باشه در پایین نگه میداری و این رو ببینید تختمون ترند شد. حالا برعکسش میکنیم، پا میره به سمت پایین. خب حالا این ببینید از کمر میشکنه. ببینید من دستمو بردارم، ببینید من نگه میدارم، حالا من دکمه رو میزنم، ببینید تختمون شکست. حالا اگر این دکمه رو بزنم تختمون از حالت شکسته خارج میشه. خب حالا بخوایم تخت رو تیلت کنیم کمی، تخت رو به این حالته، کمی تیلت کنیم به این حالت، ببینید تختمون در حال تیلت شدن هستش. اگر برعکسش کنیم ثابت، ببینید تختمون تیلت میشه حالا به این سمت. خب اینم از این. حالا بخوایم حالا این رو بزنیم چه اتفاق میفته؟ تختمون تا تخت اومده بالا نمیاد بالا، میاد پایین، تخت رو به سمت پایین میاره پایین. اما اگر یه نکته در مورد پوزیشن نیمه نشسته بدم، وقتی میخوایم پوزیشن نیمه نشسته بدیم، اول اجازه بدید من تخت رو کامل صافش کنم. بعد خب این تخت ما صافه، برای اینکه میخوایم یه پوزیشن نیمه نشسته داشته باشیم، اول پا رو میاریم پایین، یک کمی پا میاد پایین. خب ما حالا تخت رو میتونیم یکم به این سمت بشکنیم به سمت پایین، بعد کمرش رو بیاریم بالا که حالت نیمه نشسته برامون داشته باشه، و این رو نبایستی مثلا یک زرد بخوایم این همش رو اینجوری کنیم، یکم میایم پایین یکم میایم بالا، یکم میایم پایین یکم میایم بالا، پایین و بالا. حالا تو نیمه نشسته چون دمرهای شانه هسته، تخت رو کامل میاریم، کامل کامل نه ولی خیلی میاریم پایین تر، و حالا این رو یه حالت نیمه نشسته رو خواهیم داشت. حالا ما تخت ارتوپدی داریم، تخت شانه داریم که میاریم وصلش میکنیم و این کلیدم وصل میشه به این و نیمه نشسته رو با اون انجام میدیم. ولی خب کلیتا میگم اگر وقتی نداشته باشیم به این دارم خب باید حواسمون به این موضوع باشه که اینها فیکس باشن، چون ما خب اینا رو در آوردیم زیر دستیش شد، بعد بخاطر مونده بود روش، بخاطر این همین مشکل روش بود. خب میایم حالا میتونیم بازم دوباره تخت رو بدیم پایین. البته خیلی زاویه گرفت چون شخص خودش هم نیست، خب حالا به این حالت میتونیم یه نیمه نشسته پوزیشن نیمه نشسته بیاریم. البته پاش رو بایستی خیلی بیشتر کمی بیشتر بیاریم پایین تر. پایین اومدنش با فشار هست. به این حالا یک حالتی هست به این حالت، البته تحت رو میکنم تیز هست به اون سمت، یعنی تیزش میکنیم به این مرد، و یک حالتی به این حالت. البته میگم باز باشه شخص باشه ببینیم که شخص چجوری هستش، کمی بیشتر خم بشه یا بیشتر خم نشه. همین. بعد حالا این رو برمیگردیم. همون کامل صافش. میگم برای پوزیشن نیمی نشسته نیاز نیست که اون همه زاویه بگیره، حالا یه کمی مریض روش بایستی باشه با توجه به مریضی که داریم جسته چجوری هسته حرکه چجوری هسته، ولی این رو هم فقط به جان بدید میاد بالا. حالا خیلی هم فقط نگه دارید میره بالا. برای پایین اومدن نیاز به فشار داره، برای بالا رفتن نیاز به فشار نداره. خب این هم از تمامی نکته های تفت رو هم به شما عزیزم گفتم، امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه. آموزش های بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.